سلام به یه اپیزود دیگه از پادکست خط خوش اومدین. توی این اپیزود قراره که در مورد کتاب پدر پولدار پدر بی پول صحبت کنیم و خلاصه و چکیده ای از اون رو با هم مرور کنیم. رابرت کیوساکی با نوشتن کتاب پدر پولدار پدر بی پول تونسته تحول عظیم در زمینه کسب درآمد و ثروت آفرینی ایجاد کنه. این کتاب توی زبان‌های متعدد ترجمه شده و بین کتاب‌هایی با این محتوا تونسته رتبه اول رو به خودش اختصاص بده. پس پیشنهاد می‌کنم تا آخر این اپیزود با ما همراه باشید. کتاب پدر پولدار پدر بی پول داستان کودکیه که با دو پدر، یکی پدر پولدار که پدر دوستشه و دیگری پدر فقیر که در واقع پدر واقعی خودشه بزرگ میشه. رابرت در کتابش به بررسی دو فلسفه و عملکرد افراد نسبت به دارایی و منابع مالیشون پرداخته. با خوندن این کتاب متوجه میشید که چطور میتونید بر دارایی‌های خودتون مسلط بشید و اونها رو به خدمت خودتون در بیارید. به نظرتون مدارس و دانشگاه‌ها واقعاً افراد رو برای زندگی در دنیای واقعی آماده می‌کنن؟ اگر به این شکله چرا نرخ بیکاران در جامعه اینقدر زیاده؟ چطور میتونیم به فرزندانمون یاد بدیم که پول در بیارن؟ مردم تو جامعه تنها یاد گرفتن که برای پول کار کنن، اما هیچ کدوم نمیدونن چه کاری انجام بدن تا پول برای اونها کار کنه. اکثر ما معنای واژه دوندگی رو میدونیم، اما اگه کسی از ما بپرسه دوندگی به چه معناست، چه پاسخی بهش میدیم؟ دوندگی رو میتونیم اینجوری تعریف کنیم: روزمرگی بی انتها در جهت کار کردن برای هر کسی غیر از خودمون. این جمله به این معنیه که بیشترین زحمت و تلاش رو ما متحمل میشیم، اما بیشترین سود اون فعالیت رو دیگران میبرن، مثلا کارفرما و رؤسا. همواره افراد از دوندگی به عنوان عملی نفرت انگیز یاد میکنن و این در حالیه که بیشتر افراد به دام دوندگی میفتن. حالا سوال اینجاست، با وجود چنین نفرت و نارضایتی چرا همچنان به اون ادامه میدیم؟ پاسخ این سوال روشنه. به این دلیل که زندگی اکثر افراد تحت سلطه ترس از مخالفت و رد شدن توسط اجتماعه. برای مثال اکثر خانواده ها به فرزنداشون توصیه میکنن به مدرسه و دانشگاه برن و خوب درس بخونن. اونا این تصور رو در فرزنداشون به وجود میارن که تنها از این طریق شغل خوبی نصیبشون میشه و در آینده موفق میشن. اما میدونیم که این توصیه یه طرز فکر منسوخ شده است. در گذشته افراد میتونستن بلافاصله بعد از اتمام دانشگاه کار پیدا کنن. چند دهه به کار خودشون در همون مجموعه ادامه بدن و در نهایت با حقوق بازنشستگی کافی به کار خودشون پایان بدن. اما این روزها این روند تضمین شده نیست. به خصوص اگه بخوایم زندگی بدون مشکلات مالی و بدون از فقر داشته باشیم. حقیقت اینه که شما سخت درس میخونید، یه دانشگاه خوب میرید و یه مدرک عالی میگیرید، ولی هیچ رشد مالی نمیکنید. چرا که اسیر دوندگی هستید و این رؤسای شما هستن که همه پولها رو به جیب میزنن. با همه اینها هنوزم از ترس اینکه مبادا برخلاف عرف و انتظارات جامعه رفتار کنیم، همچنان به این شعار منسوخ شده متعهد میمونیم. در این حالت نتیجه چی میشه؟ ممکنه فقیرانه زندگی نکنیم، اما مسلماً شاهد رشد و ثروتمند شدن خودمونم نخواهیم بود. زمانی که صحبت از پول میشه، همه ما احساساتی نظیر طمع و ترس و درون خودمون تجربه میکنیم. اما ترس و طمع دقیقاً چی هن؟ اگه پول داشته باشید، روی تمام چیزهای جدیدی که میتونید بخرید تمرکز میکنید. این همون طمعه. و اگه پول نداشته باشید، نگران اینید که هیچ وقت به اندازه کافی به اونا دست پیدا نمیکنید، که این همون ترسه. برای مثال تصور کنید که به تازگی ارتقای شغلی گرفتید و مبلغ دریافتیتون به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده. حالا با این حقوق میتونید روی سهام یا اوراق قرضه سرمایه گذاری کنید و در آینده سود بیشتری به دست بیارید. همچنین این انتخاب رو هم دارید که چیزهای جدیدی مثل ماشین یا خونه جدید رو بخرید. اگه جزء اون دسته از افرادی باشید که هیچ کنترلی رو اوضاع مالیتون ندارید، توی این مرحله اجازه میدید که احساساتتون فرمان رو به دست بگیرن و شما رو به یک مقصد نامعلوم سوق بدن. همونطور که میدونین، تصمیم گیری بر مبنای احساسات عاقبت خوبی نداره و اگه این تصمیم گیری های احساسی در مورد مقوله‌ای به نام پول باشه، باید با سرمایه‌تون خداحافظی کنید. ترس از خطرها و مشکلات احتمالی یکی از دلایلیه که مانع ریسک شما تو بازار میشه. شما سرمایه گذاری نمی کنید چون ترس از دست دادن پولتون اونقدر پرقدرته که دست و دلتون رو برای سرمایه گذاری و ریسک می لرزونه. با وجود اینکه چنین سرمایه گذاری هایی می تونه در طول زمان برای شما سودآور باشه، ترس دست و پاتون رو می بنده. از طرفی حس دیگه‌ای به سراغتون میاد که کاملا مخالف این دیدگاهه.
طمع وادارتون میکنه که برای داشتن زندگی بهتر این پول اضافی رو خرج کنید. مثلا خرید یه خونه بزرگتر گزینه واقعی تر و بیخطرتری از خرید سهامی شرکت به نظر میاد. اما خرید خونه بزرگتر یعنی هزینه های بیشتر، عواملی که افزایش حقوق شما رو خونسا میکنه. این گونه است که ترس و طمع مانع پیشرفت و ثروتمند شدن افراد میشه. نه میخوان اون رو سرمایه گذاری کنن و نه اون رو برای داشتن زندگی بهتر خرج کنن. سوال اینجاست که چطور میتونیم با این احساسات قدرتمند مبارزه کنیم؟ با افزایش دانش اقتصادی خودتون در زمینه سرمایه گذاری، ریسک و بدهی میتونید با این احساسات مقابله کنید. انجام این کار حتی با وجود ترس و طمع باعث تصمیم گیری های منطقی و کارآمد میشه. اکثر افراد تصور میکنن که هوش و استعداد برای پولدار شدن کافیه، اما در واقع دنیا پر از افراد با استعداد بی پول. حلقه گم شده این افراد هوش اقتصادیه. هوش اقتصادی به معنی داشتن استعدادی جامع در زمینه‌هایی مثل حسابداری، سرمایه‌گذاری و از این قبایل موضوعات مالیه. متاسفانه ما از کودکی هیچ نوع آموزشی توی این زمینه نمی‌بینیم و به تدریج با این ناآگاهی بزرگ می‌شیم. سیستم‌های آموزشی ما رو به موضوعات به ظاهر مفید زیادی آشنا می‌کنن، اما هوش اقتصادی جزء این موضوعات نیست، در حالی که کسب دانش در این مورد ارتباطی مستقیم با موفقیت مالیمون در آینده داره. برای مثال کودکان در مدرسه با موضوعاتی مثل پسنداز کردن و سرمایه‌گذاری آشنا نمیشن و در نتیجه در مورد مسائلی مثل سود مرکب چیزی نمیدونن. شاید براشون قلک بخرید و اونها رو به پسنداز کردن ایریاشون تشویق کنید، اما در نهایت نمیدونن پولشون رو چطور خرج کنن. مشکل فقدان آموزش برای کسب هوش اقتصادی تنها مختص جوانان نیست و حتی بزرگسالان هم با اون دست و پنجه نرم می‌کنن. اکثر بزرگسالانی که از قضا باسواد و دارای تحصیلات عالی هم هستن هم تصمیمات اشتباهی تو زمینه مالی میگیرن. برای مثال ما سیاستمداران رو به عنوان درخشان ترین و تحصیل کرده ترین افراد جامعه میشناسیم. اما دلیل اینکه اکثر کشورها با بدهی های بین المللی سرسام‌آور دست و پنجه نرم میکنن به دلیل وجود سیاستمدارانیه که بهره ای از هوش اقتصادی نبردن. مردم عادی هم به طرز شگفت‌آوری در مورد مسائل مالی خودشون بد عمل میکنن. این عملکرد بد رو میتونیم در مورد عدم برنامه‌ریزی اونها برای دوران بازنشستگی به وضوح مشاهده کنیم. برای مثال 50% از مردم آمریکا حقوق بازنشستگی ندارن و 75 الی 80% باقی مونده هم حقوق کافی دریافت نمیکنن. اما حالا که جامعه داشتن هوش اقتصادی رو به ما آموزش نداده، باید خودمون دست به کار بشیم و اون رو یاد بگیریم. در هر دوره‌ای از زندگی، هر زمان که اراده کنید، میتونید حرکت به سمت ثروتمند شدن رو آغاز کنید. اما هر چی زودتر این کار رو انجام بدید، بهتره. برای مثال اگه در 20 سالگی این کار رو شروع کنید، در مقایسه با 30 سالگی احتمال موفقیت بیشتری خواهید داشت. فارغ از سن و سال، بهترین راه برای آغاز ارزیابی درآمدها، تعیین هدف و بعدش کسب تجربیاتیه که در راه رسیدن به هدف کمکتون کنه. اول صادقانه به وضعیت مالی خودتون نگاه کنید. شغلی که در حال حاضر دارید رو در نظر بگیرید و کاملا صادقانه از خودتون بپرسید که چه درآمدی در حال حاضر و در آینده از خودتون انتظار دارید. از پس چه مقدار هزینه برمیایید؟ با جواب دادن به این پرسش ها به عنوان مثال میتونید بفهمید که خرید یک مرسدس بنز گرون قیمت در حال حاضر براتون ممکن خواهد بود یا خیر. اما با این دیدگاه قادر خواهید بود اهداف مالی واقع گرایانه ای رو برای خودتون در نظر بگیرید. برای مثال هدفتون که خرید مرسدس بوده رو طی 5 سال آینده قرار میدید. مرحله بعدی شروعی برای کسب هوش اقتصادیه. تصور کنید که میخواهید روی بزرگترین دارایی خودتون یعنی ذهنتون سرمایه گذاری کنید. اگه از طرد شدن میترسید، کار در یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای رو شروع کنید. با اینکه شاید درآمد خوبی از این کار نصیبتون نشه، اما مهارت‌های فروش و اعتماد به نفس زیادی کسب می‌کنید و این مهارت‌ها می‌تونه در آینده براتون بسیار مفید باشه. همچنین می‌تونید اوقات فراغت خودتون رو به تمرکز و پرورش هوش اقتصادی اختصاص بدید. در کلاس‌ها و سمینارهای مالی ثبت نام کنید، کتاب‌هایی با همین موضوع مطالعه کنید و سعی داشته باشید با کارشناسان این مقوله در ارتباط باشید. اگه این اصول و پایه و اساس زندگی اقتصادی خودتون قرار بدید، شانس زیادی برای ثروتمند شدن در آینده خواهید داشت. برای ثروتمند شدن ریسک رو به جون بخرید. دیوانگی رو میتونیم انجام مکرر کارهای تکراری و انتظار دریافت نتایج متفاوت تعریف کرد.
با این منطق اگه به دنبال تغییر وضعیت اختصاصی کنونی خودتون هستین، باید به شکل متفاوت کنترل امور مالی خودتون رو به دست بگیرید. دست از انجام کارهای تکراری بردارید تا نتایج متفاوتی کسب کنید. بزرگترین تغییری که باید ایجاد کنید ریسک کردنه. همه افرادی که در زمینه اقتصادی به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کردن، ریسک کردن و به جای ترسیدن از ریسک‌های خودشون اونا رو کنترل کردن. مقوله ریسک با حفظ پول و ترس از سرمایه گذاری هیچ همخونی نداره. بنابراین زمانی که پول خودتون رو در حساب‌های پسنداز بانکی ذخیره می‌کنید، هیچ گونه ریسکی رو نکردید. به جای پسنداز پول سعی کنید اونها رو در بازار سهام و اوراق قرض سرمایه گذاری کنید. با اینکه انجام این کار نسبت به قرار دادن پول در حساب بانکی ریسک بالاتری داره، اما سود حاصل از اونم میتونه حتی در کوتاه مدت بسیار بسیار ارزشمندتر و بیشتر باشه. حتی اگه نمیخواید خودتون رو درگیر بازار سهام کنید، گونه های مختلف دیگه از سرمایه گذاری نظیر املاک و سرمایه گذاری روی شرکت های کوچیک و استارتاپ ها هم میتونن مفید باشن و میتونن باعث افزایش پول شما باشه. مسلماً هرچه پتانسیل سوددهی بیشتر باشه، ریسک بیشتری هم به همراه داره. به عنوان مثال در بازار سهام این امکان وجود داره که تمام پول سرمایه گذاری شده خودتون رو از دست بدید. اما اگه از ابتدا این ریسک رو نپذیرید، مسلماً سودی هم نخواهید کرد. راه ثروتمند شدن طولانی اما دستیافتنیه. برای بیشتر افراد ثروتمند شدن یه راه دور و درازه. اینکه بعد از افت شدید ارزش سهامتون وحشت کنید و خودتون رو ببازید کاملا طبیعیه. اما اگه میخواید به اهداف اقتصادی خودتون دست پیدا کنید، باید در مواجهه با مشکلات انگیزه خودتون رو از دست ندید. برای این کار راههایی وجود داره و بیاید اونها رو با هم مرور کنیم. یکی از روش‌های مفید مقابله با دل سردی درست کردن لیست خواسته ها و ناخواسته هاست. برای مثال نمیخوام سرنوشتی شبیه به والدینم داشته باشم و یا میخوام تا 3 سال آینده از شر بدهی‌هام خلاص بشم. هر زمان که بی‌انگیزه شدید و به یک متحرک برای ادامه مسیر نیاز داشتید، این لیست رو دوباره مرور کنید. با خوندن مجدد خواسته هایی که نوشتید انگیزتون رو شارژ میکنید. قبل از پرداخت قبض ها و بدهی ها مبلغی از پول رو برای خودتون خرج کنید. اگرچه این کار تا حدودی برخلاف روال معموله، اما باعث میشه که ببینید هر ماه چه مقدار پول بیشتری برای برآورده کردن هر دو هدف خودتون نیاز دارید. برای مثال مبلغ از درآمدتون رو صرف خرید گیتار که چشتون رو گرفته کنید و برخی دیگر رو برای پرداخت صورت حساب های ماهیانه در نظر بگیرید. همچنین این روش باعث رشد نظم مالی شما خواهد شد، چیزی که یکی از صفات بارز افراد موفقه. خوندن داستان زندگی افراد ثروتمندی مثل وارن بافت و دونالد ترامپ میتونه برای شما الهام بخش باشه. اینکه بدونید اونا چطور بر مشکلات فائق اومدن و موفقیت دست پیدا کردن میتونه به همت بلند شما کمک کنه. تنبلی و غرور دشمنای اصلی ثروتمند شدنتونن. تنبلی و غرور دو مورد از مشکلات شخصیتی هستند که وجود اونها تهدید بزرگی برای سرمایه‌تونه. حتی بعد از اینکه تونستید هوش اقتصادیتون رو افزایش بدید، وجود این خصوصیات منفی تهدید بزرگی برای پولاتونه. شاید عجیب به نظر برسه، ولی این دو ویژگی میتونن به طرز نامحسوس علیه موفقیت شما عمل کنن. وقتی صحبت از تنبلی و غرور در مسیر ثروتمند شدن میشه، چه تصوری از این مفهوم دارید؟ حدس میزنم تصور شما با واقعیت فاصله زیادی داره. تنبلی تعریفش اینه: ما اغلب اوقات تنبلی رو نشستن و انجام ندادن کار تصور میکنیم، اما در واقع تنبلی لزوماً به معنی عدم فعالیت نیست و میتونه خودداری از انجام کارهایی باشه که باید انجام بشن. برای مثال تاجر رو تصور کنید که در هفته بالغ بر 60 ساعت کار میکنه، اما از نظر دیگران اون به هیچ عنوان تنبل نیست. با این حال کار کردن تا دیر وقت بین اون و خانوادش فاصله انداخته. اون نشانه های بروز مشکل در خانوادش رو کاملاً ملموسانه حس میکنه، اما به جای رفع اون خودش رو بیشتر در کار غرق میکنه. کوتاه‌تر بگم، اون در حال تنبلی کردنه. اون از انجام کاری که باید انجام بده فرار میکنه. این شخص از حل مشکلاتی که باید توی اولویت قرار بده تفره رفته و در نتیجه دچار یک عاقبت تلخ میشه. شاید کار اون و همسرش حتی به طلاق هم بکشه. دارایی باید سودآور و قابل فروش باشه. دونستن تفاوت بین دارایی و بدهی برای پیشرفت مالیتون لازمه، چون با دونستن این تفاوت و درک اون تصمیمات اقتصادی درست تری میگیرید.
تعریف ساده دارایی میشه هر اون چیزی که برای شما پول به همراه بیاره و تعریف ساده بدهی میشه هر اون چیزی که برای شما هزینه به همراه داشته باشه. پس مشخصا سرمایه گذاری روی دارایی هایی که میتونه شما رو ثروتمند کنه. دارایی ها شامل کسب و کارها، سهام، اوراق قرضه، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، املاک و مستغلات و هر چیز با ارزش دیگه یه که در طول زمان رشد کنه و در عین حال سودآور هم هست. علاوه بر این داراییاتون باید قابل فروش هم باشن. هدف از سرمایه گذاری بالا بردن هرچه بیشتر درآمدها نسبت به هزینه هاست. بعد باید درآمد به دست اومده رو به داراییتون اضافه کنید و در بخش سرمایه گذاری اسکناس های بیشتری رو خرج کار کنید. متاسفانه بسیاری از سرمایه گذارها به طور پیوسته برخی از بدهی های خاص رو با دارایی اشتباه می گیرن. برای مثال یه خونه اغلب اوقات دارایی در نظر گرفته میشه، اما در واقع یکی از بزرگترین بدهی هایی که می توانید داشته باشید. خرید یه خونه در اغلب اوقات یعنی کل عمر خودتون رو کار کنید تا وام مسکن 30 ساله و مالیاتش رو پرداخت کنید. این اتفاق از دو جنبه بر ضد شما عمل میکنه. یک، در طول 360 ماه آینده زندگیتون بعد مقدار زیادی از درآمد خودتون رو به وام مسکن اختصاص بدید که نشانه واضحی از بدهیه. دو، این 360 مبلغ پرداختی میتونه سوی دارایی های سودآور بالقوه دیگه ای مثل سهام سرمایه گذاری بشه. بنابراین اطمینان از دونستن تفاوت بین دارایی و بدهی میتونه شما رو قادر به تصمیم گیری های مناسب برای سرمایه گذاری های بهتر کنه. شغل شما هرگز ثروتمندتون نمیکنه. اکثر افراد دو کلمه شغل و کسب و کار رو با هم یکسان در نظر میگیرن، اما زمانی که صحبت از امور مالی میشه باید بین این دو عبارت تفاوت قائل شد. شغل شما همونیه که برای پرداخت قبوس، خرید مواد غذایی و پوشش، سایر هزینه های زندگی 40 ساعت از هفته وقت شما رو میگیره و شما رو درگیر میکنه. معمولا این حرفه به شما عناوین مشخصی نظیر صاحب رستوران یا فروشنده میده. اما از سمت دیگه کسب و کار شما امریه که روی اون زمان و پول خودتون رو سرمایه گذاری میکنید تا به رشد داراییاتون کمک کنه. به این علت که شغل شما هزینهاتون رو پوشش میده بعیده که به تنهایی بتونه شما رو ثروتمند کنه. برای رسیدن به ثروت باید در کنار کار کردن تو حرفه خودتون یک کسب و کار مستقل و خوب هم بسازید. برای مثال یه آشپز رو در نظر بگیرید که در شغلش بسیار حرفه‌ایه. با اینکه حرفه اون پول کافی برای پرداخت اجاره خونه و هزینه خانوادش فراهم میکنه، اما اون هنوز هم در حال کسب ثروت نیست. اون علاوه بر شغلش روی کسب و کاری مانند ابلاک سرمایه گذاری کرده و هر مبلغ اضافی که از این طریق سود کسب میکنه رو صرف خرید دارایی های سوداوری مثل آپارتمان میکنه. اون با اجاره دادن آپارتمان ها سود فراوانی به دست میاره. از سمت دیگه یه فروشنده خودرو رو در نظر بگیرید که باقی مونده درآمد ماهیانه خودش رو در بازار سهام سرمایه گذاری کرده. در هر دو مورد شغل هر فرد درآمد کافی برای هزینه های ماهیانه اون فراهم میکنه. با این حال این دو نفر با سرمایه گذاری پولای باقی مانده خودشون روی کسب و کارشون در حال افزایش دارایی ها و گام برداشتن به سمت ثروت هستن. شغل شما در اغلب اوقات منابع مالی مورد نیاز برای آغاز یک کسب و کار رو در اختیارتون قرار میدن. از این رو نگه داشتن شغلتون تا زمانی که کسب و کارتون رشد و پایداری نشون بده کار هوشمندانه ایه. در آخر باید بگم به این علت که توی مدرسه هیچ آموزشی در مورد هوش اقتصادی نمیبینیم، این وظیفه به عهده خود ماست که این صفت رو توی خودمون پرورش بدیم. ما تنها زمانی ثروتمند یا از لحاظ مالی مستقل خواهیم شد که یک هوش اقتصادی قدرتمند و ذهنیتی استوار و جاه طلب برای پشتیبانی از اون در اختیار داشته باشیم. در نهایت این سرمایه گذاری روی ذهن خودتونه که براتون موفقیت به همراه خواهد داشت، چرا که ذهن مهمترین دارایی شما در هر موقعیت مالی و اقتصادیه. خب اینم از پایان خلاصه و چکیده یه پدر پولدار و پدر بی پول و درس هایی که میتونیم با خوندن این کتاب بگیریم. اگر علاقه مند به این کتاب بودید میتونید نسخه اصلی این کتاب رو تهیه بکنید و مطالعه کنید. ممنون که تا پایان این اپیزود هم همراه ما بودید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.